نسل ظالم دست مجروح مرا بالا چه صورت بگیرم قطر قطر عشق مولا حالا بچشی ها بسم الله افسوس که حق مرتضی را بردند، افسوس که حق مرتضی را بردند، بر خانه فاطمه هجوم آوردند، از صورت و دست و بازو و سینه او هر جا که رسول بوسه زد آزردند. از شعله نار گل به احمد دادند، از شعله نار گل به احمد دادند، بر بانوی وحی تحفه بی حد دادند، ضرب لگد و غلاف تیغ و سیلی، ضرب لگد و غلاف تیغ و سیلی، اجریست که بر آل محمد دادند، اجریز که بر آل محمد دادند. اوباش برای فتح باب آمده اند، اوباش برای فتح باب آمده اند، گویی پی جلب بوتراب آمده اند، با ضرب لگد به باغ پرلاله دین از بهر گرفتن گلاب آمده اند. عزیزان، در مکانی که حضور داریم در بیت حضرت امیر سلام الله علیه هستیم و جایی که امیر المؤمنین شبانه مغتسلی درست کردن و بدن حضرت زهرا سلام الله علیها رو غسل دادند، همین که آخرین چراغ‌های مدینه خاموش شد، حضرت امیر سلام الله علیه این مغتسل را ترتیب دادن و به کمک اسما و حسنین که آب می آوردن و بر بدن حضرت زهرا می ریختن، حضرت علی علیه السلام هم بدن زهراشون رو غسل می دادن. بریز آب روان اسما به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته. همین که بدن زهراشون رو غسل دادند و می فرمودند که بچه ها آرام گریه کنید، اسما میگه یه موقع دیدم آقا دست از غسل کشید و سر به دیوار گذاشت و بنا کرد بلند بلند گریه کردند. اسما جلو رفت، سوال کرد آقا شما که امر به
سکوت میکردیم، چطور شد که خودتون اینطور گریه میکنیم؟ فرمودن اسما دست از دلم بردار، به خدا در حین قصد دستم رسید به بازوی ورم کرده زهر. کدوم یک از این اماکن بیشتر شما رو محزون کرد؟ بقی. حالت محزونی و حزن در بقی پیداست. به نظر من بقی اینجا اون گل کار، به نظر من تو اینجا بقیه که مثلا واقعا لذت میبره. اون قسمتی که به کوچه بنی هاشم میرسیدیم، حضرت وقتی در سوخته رو میدیدم، یا قسمتی که رد دستی از خون بود. چی شد اون کوچه؟ کجاشون خونه؟ آدماش کجا؟ خدا میدونه. مادر کجایی؟ داد از جدایی؟ مادر کجایی؟ تا حالا رفتی مدینه؟ نه، خیلی دوست دارم. اگه در اون زمان بودی که هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها آوردن و دست امیرالمومنین رو بستن، پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها رو شکستن، بودین چه کار میکردی؟ سعی میکردم که جلو این کار رو بگیرم. خیلی دوست داشتم اون زمان بودم، تا حداقل یک حامی، شاید خیلی کوچک بودم تو اون زمان برای حضرت زهرا. چه کار کنیم که رهرو حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیه باشیم؟ من به دوستانم تذکر میدم، البته به خودم، یعنی به رفقایی که اینجا کار میکنن تو مجموعه، کلا برای اهل بیت فعالیت میکنن، مدام اینه که میگم بچه‌ها مواظب باشید اسممون خط نخوره از دفتر اهل بیت. این برای دنیا و آخرت ما همین بس که اسممون انشالله اونجا آشنا باشه و اسممون ثبت بشه در دفتر اهل بیت، که اگر کاری هست بهمون رجوع بشه تو بحث اهل بیت. راه نجات فقط راه اهل بیته، هر راهی به جز این راه بیگانه و بیراه است. این که برن روایات و حدیث هایی که درباره عمه معصومی مظلومیت اونها هست رو مطالعه کنن و واقعا در مقابل وهابیون ملعون مقاومت کنن. این که ما فاطمیه رو فقط بخوایم یک مراسمی باشه که فقط دهه‌ای باشه برگزار کنیم و سوگواری بگیریم خوبه به ذاته، ولی اگر بخوایم واقعا فرهنگ فاطمی، اون فکر اهل بیت رو تو زندگی خودمون جاری و ساری باشه، اینه که ما باید همیشه فاطمیه برامون باشه. رسمیه رسم زبونه عجب رسمیه رسم زمونه قصه برگ و باد خزونه میره فاطمه برای حیدر چادر خاکی به جا میمونه. مادر کجایی؟ دادت جدایی؟ مادر کجایی؟
دادن. گوش کن چاه سخن میگویم، حفظ کن آنچه که من میگویم. من ولی الله و عین الله هم، من ذکردار همه آگاه هم. من که با چشم خدایی دیدم، میخه در دیده به خود لرزیدم. به روی همسر من راه گرفت، قصه کوتاه کنم ماه گرفت. به خدا، به خدا همسر من حامله بود، او که بر عرش خدا قائمه بود. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، روحی و جسمی لک الفدا، یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا. به خدا سخته جلو چشم غیرت الله امیر المؤمنین، دستاشو بسته بودن، اون نجیب دستور داد به فاطمه جسارت کردم. چه گفت فاطمه کانگونه با تأثر و غم، علی مراسم تدفین او شبانه گرفت. آی مردم آی گریه کنم، فراق فاطمه را بود تو را باور کرد. حتی اون موقعی هم که غسلش داد فراقش را باور نکرد بود، حتی اون موقعی هم که کفنش گرد باور نکرد، کی فراق فاطمه رو باور کرد. فراق فاطمه را بود تو را باور کرد، شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت. سخت گفتنش های، ولی مسلمن ناموس برای هر مردی جزو یکی از ارکان زندگیشه و مهم هست دفاعی از ناموسش. حالا زمانی که آدم قدرت هم داشته باشه و دستش بسته باشه ندونه کاری بکنه، اون دیگه فکر میکنم اصلا قابل تصور نیست گفتنش. نانجیبا از تو کوچه تا مسجد، نانجیبا از تو کوچه تا مسجد، با دست بسته بابامو کشوندن، با دست بسته بابامو کشوندن. مادرم پشت در فقط گفت یا حیدر، مادرم پشت در فقط گفت یا حیدر. مادر ما، مادر تموم عالمه، مادر ما فاطمیه، خدا هم غرق ماتمه فاطمیه. چون عزیزان سلام علیه ها وصیت کردن که شبانه دفن بشن، این که برای اینکه سند مظلومیت برای مردم باشه. این سوال رو بیبی برای تمام تاریخ گذاشتن که امروز در جوار بارگاه خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها شما این سوال رو بپرسید که چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها شبانه دفن شد. به نظر من این اعتراضی بود که بیبی خواستن در طول تاریخ بمانه. هر شیعه ای و هر منصفی در هر دین و عقیده و مکتبی باشه فکر کنه که چی میشه که دختر پیغمبر وصیتش به شوهرش اینه که من رو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن و شبانه دفن کن و اجازه نده که مثلا دیگران در تشییع جنازه من حاضر بشن. انشالله اگر جوابی پیدا شد به گوش همه شیعیان و محبین اهل بیت برسه. یا حیدر مادرم پشت در فقط گو، یا حیدر مادر ما، مادر تموم عالمه، مادر ما عالمه فاطمیه، خدا هم غرق ماتمه فاطمیه.
غرق ماتمه مادر ما بیرونیا مادر ما فاطمیه مادر ماه محرمه فاطمیه مادر ماه محرمه مادر ما مادر ما چرا حضرت زهرا سلام الله علیها را در سن 18 سالگی شهید کردند؟ دفاع کرد از دین اسلام به خاطر دفاع از ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام. سوال شما انصافاً شاید سوالیه که در طول 1400 سال بعد از شهادت بیبی سوال همه شیعیان بوده و شاید ما انتظار داشته باشیم که هر کسی در هر مکتبی و در هر عقیده‌ای راجع به این سوال اندکی تأمل داشته باشه که چرا باید دختر پیغمبر اکرم در سنین جوانی با مرگ غیر طبیعی از دنیا بره و جز مسلماته که هجومی به خانه بی بی برده شد، جز اعترافات خود اهل سنت و در همه کتب تاریخ هم نقل شده که به در خانه آقا علی ابن ابی طالب ریختن، تهدید کردن، بی بی رو به شهادت رساندن. آتیش گرفته تمام آشیونم پشت در خونه پر شده از خونم نمی نشینم ز پاور می خیزم باید علی رو به خونه برگردونم به علی یار و یاورم عالم همه بدونم به علی یار و بلا گردون حیدرم عالم همه بدونم به علی یار و یاورم عالم همه جواب بده قسمت داوری نبود اگر نبود فاطمه جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمه هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه هر آنچه آفریده حق بوده برای فاطمه از آن سبب نبی بگفت جان به فدای فاطمه همیشه تحت ظل عنایت حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین و التراب مقدم الفدا باشید بدرود خدا نجهدار